شاگردای عزیز و دوست داشتنی، سلام. به درس پنجم شما را خوش آمدید میگویم. درس پنجم ما در مورد حس ذائقه هست. ما در این درس، شاگردای عزیز، شما کتابایتان را باز کنید، صفحه نوی کتاب. خب، در هدف از این درس، ما در این درس ببخشید نوی خب هدف از این درس چیه؟ ما از درس حس پنجم چی را می آموزیم؟ ما در اول می آموزیم که حس ذائقه چی هست، بعد وظیفه حس ذائقه، ساختمان زبان و حفاظت از حس ذائقه را می فهمیم که چگونه از زبان یا حس ذائقه خود حفاظت کنیم. خب شاگردای عزیز، قبل از این که درس حس ذائقه شروع کنیم، بیاین که یک مروری به درس قبلی خود داشته باشیم که درس قبلی ما در مورد چی بود. خب شاگردای عزیز، شما برای ما بگوین که درس قبلی ما در مورد چی بود؟ بله، درس قبلی ما در مورد حس بویایی بود. خب ساختمان بینی چگونه است؟ شاگردای عزیز برای ما بگوین که ساختمان بینی چگونه است؟ بسیار عالی. خب وظیفه بینی کدام ها هستند؟ بله، وظیفه بینی تنفس کردن بود، تصفیه هوا بود و بوی کردن بودند. خب شاگردای عزیز، حواس پنجگانه کدام ها هستند؟ با صدای بلند بگویید. بسیار خوب. خب حواس پنجگانه حس ذائقه. اما شاگردای عزیز، بیاین که از شما بشنویم که حس ذائقه شما چقدر در مورد حس ذائقه میفهمید. خب من اینجا سوال میکنم، شما جواب بدید. خب شاگردای عزیز، در شناخت مزه غذا کدام عضو بدن اهمیت دارد؟ بله، زبان. در مورد حس ذائقه زبان بیشتر اهمیت دارد. خب شاگردای عزیز، چرا بعضی از غذاها را نسبت به بعضی غذای دیگر خوش دارید؟ شما چرا بعضی غذا را زیاد خوش دارید و بعضی غذا را کمتر خوش دارید؟ دلیلش چی است؟ بسیار خوب. شاگردای عزیز، آیا زبان غیر از تشخیص مزه غذا کدام وظیفه دیگر هم دارد؟ بسیار خوب. شاگردای عزیز، اول اینکه هست حس ذائقه. خب ذائقه چی معنی میده؟ یعنی مزه. ذائقه یعنی مزه، مزه کردن. مواد غذایی توسط زبان حس میگردد. خب ذائقه یا مزه مواد غذایی توسط زبان حس میگردد. سطح زبان قدرت تشخیص ذائقه یا مزه مواد مانند شوری، ترشی، شیرینی، تلخی و تندی را دارد. شاگردای عزیز، در حس ذائقه زبان بسیار اهمیت دارد که تمام غذاهایی که ما مزه میکنیم یا میخوریم یا نوشجان میکنیم، مزهشان توسط زبان حس میشه. مثلا ما اگر رنگ سیب را با چشم خود میبینیم، یعنی توسط حس بینایی، و یا بوی سیب را توسط بینی خود استشمام میکنیم یا میفهمیم که سیب داره چیگونه بوی هست. اما مزه سیب را توسط چی حس میتانیم؟ توسط حس ذائقه. بسیار عالی. یعنی مزه سیب را توسط چی؟ توسط حس ذائقه، یا که زبان در اونجا نقش داره، ما حس کرده می توانیم. خب وظیفه زبان شاگردای عزیز چیه؟ زبان یکی که در حس ذائقه یا مزه غذا را ما قشه حس کرده می توانیم. دومن کمک کردن دندان ها در عمل جویدن هست، در عمل جویدن غذا. یعنی زبان کمک میکنه که غذاها خوبتر و درستر جویده شود و در انتقال غذا کمک میکنه. و همچنان
وظیفه دیگر که انجام میده تکلم هست، که ما توسط زبان تکلم میکنیم یا صحبت میکنیم. خدای نخواست اگر ما زبان نداشته باشیم فقط صدا رو میشنویم و کدام چیز میبینیم، اما تکلم کردن نمیتوانیم. مثلا ما گوش داریم، صحبت کردن را یاد میگیریم، اما اگر زبان نداشته باشیم چی میشه؟ ما صحبت کردن نمیتوانیم، فقط صحبت کردن را میشنیم اما صحبت کردن نمیتوانیم. مثلا ما برای یک بار شما از زبان خود استفاده نکنید، ببینید که صحبت میتونید یا نمیتونید. ببینید ما از زبان خود استفاده نکردیم، ما از زبان خود استفاده نکردیم، ما کلمه یا صحبتی هم نتوانستیم. این هست وظیفه زبان. شاگردای عزیز، ساختمان زبان، زبان یک عضله، یک عضله گوشتی بیضوی شکل است. یعنی از زبان از گوشت ساخته شده که بیضوی شکل است، اما ساختمان بینی از چی ساخته شده بود؟ از غضروف ساخته شده بود. زبان از چی ساخته شده؟ از گوشت که شکلی بیضوی را دارد و زبان در بین دندان قرار دارد، در بین دندان های ما قرار دارد. شاگردای عزیز، یک معلومات بیشتر به شما بدیم که کتاب شما نیست در مورد ساختمان زبان. در اینجا ببینید که زبان انسان شکلی بیضوی را دارد، اما چطور یک زبان میتونه مثلا ترشی، شیرنی و انواع و اقسام مزه غذایی که ما میخوریم یا نشان میکنیم حس کنه؟ اما این اقسام ذائقه توسط قسمت های مختلف زبان صورت میگیره. باش میره به شما زوم کنم این قسمت. ببینید شیرینی توسط سر زبان حس میشه، تمام شیرینی هایی که ما تست میکنیم یا مزه میکنیم توسط سر زبان است. باز مزه شوری یا شور توسط یک قسمت زبان بالاتر از سر زبان و کناره های زبان است، و ترشی توسط کناره های زبان و قسمت وسط زبان هست، و تلخی توسط قسمت آخر زبان هست. که یعنی ساختمان زبان قسمت های مختلف مزه های مختلف را تفکیک میکنم. خب این بود ساختمان زبان و قسمت های مختلف زبان در مورد مزه های مختلف غذا. حفاظت از زبان است که ما چگونه زبان خود را حفاظت کنیم تا حس ذائقه ما صدمه نبینه، دچار مشکل نشه. اولا که در جویدن غذا احتیاط کنیم، کوشش کنیم که زبان ما همراه غذا جویده نشه. دوما زود دهن خود را با ماوتواش بشوییم تا دهن ما میکروبی نشه، و از خوردن غذاهای داغ و داغ خودداری کنیم. کوشش نکنیم که غذای داغ بخوریم، آب داغ، چای داغ یا غذاهای داغ را بخوریم، به خاطر از اینکه زبان ما دچار مشکل میشه. شاگردای عزیز، این بود درس امروز ما در مورد حس ذائقه. بیاین که درس حس ذائقه رو یک بار دیگه مرور کنیم که ما از درس پنجم چی را آموختیم. حس ذائقه را آموختیم که توسط زبان صورت میگیره. وظیفه زبان یکی ذائقه یا مزه کردن مواد غذایی بود، دومن انتقال غذا در دهان بود، و همچنان تکلم بود که بود وظیفه زبان. ساختمان زبان را خواندیم که از عضله ساخته شده و شکلی بیضوی را دارد. حفاظت از زبان بود که ما باید در جریان غذا خوردن باید کوشش کنیم که احتیاط کنیم که با غذا زبان ما جویده نشه، و همچنان غذای داغ نخوریم و با ماوتواش زود زود دهن خود را بشوییم. شاگردای عزیز، این بود درس امروز ما. انشالله که موفق باشین و خسته نشده باشین.
برای درس ما به شما کارخانگی در نظر گرفتیم که شما باید حتما انجام بدین. خب در اول شاگردای عزیز، شما درس حس ذائقه در صفحه 9 هست. شما درس پنجم یعنی حس ذائقه را صفحه 9 و 10 کتاب را 3 بار از روی کتابتون بخوانید. دوم، در مورد اهمیت حس ذائقه چند سطر بنویسید، چند خط در مورد حس ذائقه به کتابچه‌تان نوشته کنید. شاگردان عزیز، در شناخت مواد و جزء از حس ذائقه از کدام حس کار گرفته میشه؟ یک مواد را اگر حس ذائقه نباشد، شما توسط کدام حس های دیگر شما میتوانید تفکیک کنید یا فرق کنید؟ این را در کتابچه‌تان بنویسید. خداحافظ، وقتتان خوش. ای بود درس امروز ما. و لایک پاک نسبت به خداحافظ.